نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه 23 ذیحجه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با شخصیت وجودی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف در عصر غیبت فرمودند: در روایات وارد شده که حضرت حجت همانند خورشید پشت ابر میمانند که البته آثار وجودی خیش را همواره نمایان میکنند. معظم الله در ادامه فرمودند: شرایطی مشابه امروز هم در گذشته ها وجود داشته که حکایت از امتحان بشر میباشد تا افراد خوب بیشتر شناخته شوند و در روز قیامت افراد نیک کردار به بهشت و افراد بد کردار به جهنم روند. ایشان همچنین تاکید فرمودند: بنا نیست در مشکلات و جریانهای روزمره پیام خاصی از سوی حضرت حجت به ما برسد، و به همین لحاظ راه را به ما نشان دادند و فرمودند: بر ماست که اصول را برای شما بیان کنیم و بر شماست که فروع را استخراج کنید، لذا همین راهی که معصومین علیهم السلام به ما نشان دادند کافی است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنوید. یعنی صلاح نیست تا ببینن قرآن فرمودن لنظره کیفت عملون، ببینن فقه ها چی کار میکنن، مردم چی کار میکنن، حکومت ها چی کار میکنن. اینا و تاریخ آدم ببینه از این چیزا خیلی بوده، یکی یا ده تا نی. زمان معاویه، زمان یزید، زمان مروان، زمان متوکل، زمان منصور، خیلی نه انتظار بی جا نیست، اما بنا نیست تا امتحان تمام بشه. اگر هر جایی در مشکلات عمومی پیام خاص بدن، امتحان الهی که فرموده لنظره که فتعملون اون به جور واسع انجام نمیشه.